وارد رساله حقوق امام سجاد میشیم و به عنوان یک مسلمان میخواییم ببینیم که یک شخصی که ما میخواییم با اون مشورت کنیم ای باید چه صلاحیت هایی داشته باشه، یعنی که بتونیم ما باش مشورت کنیم. یک سری صلاحیت هایی هست که عمومی هستن، یعنی میتونیم تقریبا بگیم که خب ما چون بخوایم اگر او صلاحیت ها یک شخص در اون موقعیت یک منصب قرار بگیره حتما با دو صلاحیت را داشته باشه، مثل داشتن عقل سلیم، داشتن بلوغ، رشد. و حال چون ما مسلمان هستیم ترجیحاً دیندار بودن و مسلمان بودن، یعنی خب میبینید که وقتی بحث مشاوره پیش میاد، من خودم خوب دیدم که یک شخصی که میخواد بره پیش مشاور میگه خب او موقعیت خودش که نگاه میکنه میبینه اگه شخص مذهبی باشه میگه خب این مشاور مذهبیه یا نه. بله. خب ما اگه بخوایم مثلا در مورد موضوعی با او مشورت کنم، دوست دارم که در راستای او عقاید ما باشه، در راستای او افکار ما باشه. خب ما چون در جامعه اسلامی خب زندگی میکنیم، خب یک ترجیحاً خب میگیم که خب مشاور بهتر هست که مسلمان باشه، و خب افرادی که با تقوا باشند ترجیحاً ترجیح میدن که با افرادی مشاوره کنن که از لحاظ تقوا و دین در یک درجه بالاتری از دیگر افراد عادی قرار بگیرن.